خب اینجا یه نگاه دیگه می کنیم به مقاله فدرالیست 40. من چند تا چیز رو نشونتون بدم. یه سری تاریخایی بود که من اول مقدمه همین ترجمه بهتون گفتم، ولی اینجا بد نیستش که در ضمن نگاه به مقاله 40 یه یادآوری بهتون بشه. یادتون باشه یکی از مشکلات زیادی که قانون اساسی اول آمریکا داشت این بود که هر متممی رو که میخواستن اضافه بکنن به این قانون اساسی باید 13 تا ایالت قبول میکردن. اینا اومدن کار جالبی توی این قانون اساسی جدید کردن، گفتن که 9 تا ایالت قبول بکنن این اتحادیه راه میفته. خب قشنگ نگاه بکنید ببینید، من اونجا روی تخته نوشتم ایالت نهم نوهمشیر. خب نوهمشیر 21 جون 1788 تصویب کرد، یعنی رأی دادن که تو کنوانسیون نوهمشیر که به این اتحادیه عضو بشن. بعد تو مقدمه‌ای که به این سری ترجمه مقاله‌های فدرالیست گفتم، ببینید نوهمشیر 21 جون تصویب کرد، 3 روز طول کشید اینا خبر رو برسونن به ایالت نیویورک که همون بغلشه. 3 روز. ما الان در عرض 3 روز یه نفری که ندونه یه ویروسی گرفته باشه، یه مریضی گرفته باشه، بیزینسمن باشه یا هر کاری باشه، میتونه سوار هواپیما بشه و بره قاره‌های مختلف، کشورهای مختلف رو سر بزنه، ویروس رو با خودش ببره پخش بکنه. یعنی الان زمان ما عوض شده، ما واسه این طور دیگه‌ای شرایطمون رو ببینیم. این داستان وستفیلیان سیستمی که مال 400 سال پیش پیاده کردن که نمیدونم تو هر کشور هر غلطی خواستی بکنی بکن، هیچ کسی حق نداره به چیزی بگه، این اصلا این مزخرفه، باید بندازیم بره. قربونش برم این سازمان ملل هم که با این حق وتو و این برنامه ها که اونم الان دیگه به درد نخور شده. 5 تا کشور که جمعیتشون بذار ضرب و تقسیم بکنیم، 1/4 جمعیت دنیان تصمیم بگیرن برای تمام دنیا که چی کار میتونید بکنید چه کار نمیتونید. الان ببینید دورور دنیا همه کلی بدبخت دارن، تو این جنگ نمیدونم تو سوریه تو یمن تو فلانجا فلانجا تکه پاره میشن، هیچ کس هم اصلا هیچ کاری نمیکنه. دلیل این که یکی توی این سازمان بین الملل هر چیزی بخوام بکنم وتو میکنه. حالا بذارید پس ببینید ما شرایطمون برگشته، عوض شده، برای این سیستم فدرال جدید برای اتحاد دنیا میخوایم. خب حالا ببینید برمیگردیم به این مقاله. مقاله 40 همه این مقاله ها رو اول برای مردم نیویورک نوشتن دیگه، درسته؟ میگه وقتی این تاریخ رو نگاه میکنید اصلا ایالت نیویورک 26 جولای تازه رأی داد، جولای 1788 رأی داد که عضو این اتحادیه بشه. تازه قبلش ویرجینیا رأی داده بود 4 روز بعد از نوهمشیر که وارد این اتحادیه بشه. و نکته مهم اینه که اگه ویرجینیا و نیویورک جفتشون قبول نمی کردن اصلا اتحادیه‌ای به وجود نمی اومد، چون دوتا مهمترین ایالت ها بودن. حداقل ویرجینیا پر جمعیت ترین بود، واشنگتن از ویرجینیا بود و نیویورک هم خوب اهمیتش خیلی بالا بود. پس باید در نظر بگیریم که نیویورکیا وقتی 26 جولای رفتن رای بدن اتحادیه را افتاده بود. خب پس اینو در نظر داشته باشید. یک مقداری این کتابایی رو که میخونید، اون کتابا مثلا 2 تا کتاب راجع به کنوانسیون آمریکا بهتون معرفی کردم، یکی جدیدترینش همین The Framers Coup،
اینا رو که میخونید این کلک هایی که پشت صحنه میزدن که این ایالت ها تصویب بکنن یا برنامه هایی که میریختن اینا مهمه. بس مقاله های فدرالیست رو میخونید، باز بهتون بگم اون جو تاریخیشو ندونید معنی زیادی نداره. به خاطر اینه که گفتم بعضی وقتا اون کتاب ها رو بخونید و این مقاله ها رو با هم دیگه بخونید، ویدیوهای اساتید رو با هم ببینید. خب نگاه کنید، ویرجینیا 25 جون 1788 عضو این اتحادیه میشه، نیویورک هم یه ماه بعدش جولای 26. بعد واشنگتن که سوگند میخوره، که سوگند رئیس جمهوریشو میخوره در April 30, 1789. خب این دولت آمریکا که رسمی رئیس جمهور داره و اینا راه میفته به کار کردن، این دوتا ایالت نورث کارولینا و رود آیلند هنوز وارد این اتحادیه نشده بودن. اصلا مهم نبود این دوتا بشن، چون مثلا رود آیلند بعضی از ماساچوستی ها و کانتیکتی ها میگفتن میخوام مثلا حمله بهش بکنیم و ایالت رو ببریم، مثلا ایالت از بین ببریم بکنیم عضو یکی از ایالت های خودمون ماساچوستی چیزی. اینا مهم نبود، اینا به آخره از ترسشون عضو میشدن، ولی این دوتا ایالت ویرجینیا و نیویورک خیلی مهم بودن. و تازه دقت بکنید که این اتفاق گرویدن اینا به این اتحادیه بعد از این بود که ایالت نهم آردی عضو شده بود. بعد یه چیز دیگه که توی این مقاله 40 استفاده میکنه، میگه همونجوری که اعلامیه آزادیمون Declaration of Independence مون گفته، اول و آخر قضیه safety and happiness، ایمنی و خوشیمون رو دولت برامون بایستیم اطمینان بده بهش دیگه. میگه حالا شما که از ما ایراد میگیرید که چرا رفتید، شما اصلا قانون اساسی جدید نوشتید و اینا، این میگه آه چرت و پرت نگید، کشور در وقت ضروری آدم بایستی تصمیم های درست حسابی بگیره. ما اگه میرفتیم و همون قانون اساسی قبلی رو یه ذره باش ور می رفتیم و اینا، اصلا تیک پاره می شدیم و این کشورهای امپراتوری اروپا منتظر بودن که تیک پارمونو هم تیک پاره شدنمونو ببینن و یکی یکی بیان و بشن آقا بالا سر ما. ولی قسمت مهمی که می خواستم بشه توجه بکنید اینه که زمان ببین چقدر عوض شده. اون زمانی که این قانون اساسی رو نوشتن 3 روز طول کشید که این خبر از نیو همشه ببرن ایالت بغلیش نیویورک. حالا ما در عرض 3 روز یه نفر میتونه دور دنیا رو بچرخه، یه مریضی داره، ویروسی داره، خودش هم خبر نداره ببره پخش بکنه. ما الان باید این طور دیگه هستن فکر بکنیم. ببینید دو سه تا از این نامه های کسای شبیه واشنگتن رو قبل از اینکه برن کنوانسیون فیلادلفیا میخونید، میگه ما اگر یه اتحادیه درست حسابی را نندازیم نابود میشیم، کشورمون پاره پاره میشه، این ایالت ها میرن هر کی میره نخود نخود، هر کی رود خانه خود، و بعد میشیم بازیچه دست اروپایی ها. به خاطر اون ما الان وقتش که یواش یواش فکر یه اتحاد درست حسابی بکنیم. پس فعلا با اجازتون.